سلام هموطنان عزیز، خدا کنه خوب و صحتمند باشین. خواستم امروز روی مسائل ویزا، سایبی و همچنان ایمیتریان کیس لایف بیایم صحبت بکنم. قبلا هم ما به شما پیام دادم، اعلان کردم که امروز لایف میام. خب خدا کنه درست آوازم بیایه به شما، مسئله تخنیکی نباشد. اولتر از همه ما تشکری میکنم از افغانایم که مقیم کالیفرنیا، ساکرامنتو، لاس ویگاس، لاس انجلس از ما دعوت کردن و همچنان پذیرایی خوب کردن، مهمان نوازی خوب کردن. جهان سپاس میکنم از همه هموطنانم. امروز مسئله ویزه ها است، نه مسئله سیاست. گاه من موضوع سیاست پیش میگیرم، گاه موضوع ویزه. حالا مستقیما بالای ویزه ها، برنامه ها که ما داشتیم در طول یک ماهی که من نبودم روی مسائل ما کار میکردم، امروز خواستم که روی ویزه ها صحبت بکنیم. خب به هر حال دوستان عزیز، یادداشت ها رو میگیریم، همکارای ما هست اینجا در کنار ما. بعضی ها پیام دریافت کردن، بعضی ها مسیج ها رو گرفتن و من خواستم که مسیج ما مستقیم به شما برم. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، کیس فعلی مورد در مورد ویزه های یومیتریان کیس است، یومیتریان پرو، یا کیس هایی که فعلا داغ است، سرعت داره. بیا روی مسئله صحبت بکنیم. باز بعدا پروسه پی 2 اس آی دی و فرمای دیگه که داریم روی مسائل صحبت میکنیم. یادداشت بگیرین، قلم و کاغذ پیشتان باشه بهتر است، به خاطر که بعض موضوعات و بعض پیام ما مهم می باشه به شما، از او خاطر شما باید یادداشت بگیرین. اول در مورد یومیتریان کیس باید صحبت بکنم. زمیر جان فروتن، سلام بر شما برادر عزیزم. بعض دوستایی که ناراض است، ما معذرت میخوایم که بعضی ها شکایت کردن که چرا پیام ما را جواب نمیدین. پیام ما جواب میدین، بله، چرا نه، اما میلیون ها پیام میایه. همکارای ما شب روز جواب شما را میده، با شما مسیج میکنه، اما یک کمک مشکلات داریم، ما را همچنان ببخشید. خب یومیتریان کیس دوستا بسیار ساده و آسان است. اگر شما دل بسوزانید به فامیلایتان، این پیام ما به تمام فامیلایی که در امریکا است، در افغانستان است، در هر جایی که است. همکارای ما مانند دیبا جان انوری که قبلا در وایس آف امریکا صحبت کردن، دیگر همکارای ما که مشوره میکنیم همیشه روی مسائل صحبت میکنیم، و من خواستم که بود در مورد این ویزه ها صحبت بکنن، مشکلات شما رو در جریان بانه بفهمین که رای حل چی است. بسیار رای ساده و آسان است، اما شما راه را بلد نیستیم. بیان که روی مسئله صحبت کنیم. یومیتریان کیس، حکومت امریکا USCIS فعلا توجه کرده، فوکسش بالای یومیتریان کیس است. اگر کسی یومیتریان کیس فالو بکنه، تعقیب بکنه، پروسس بکنه، در ظرف 3 هفته جواب دریافت میکنه. قبلا 2 سال قبل، 1 سال قبل یومیتریان کیس اوقدر تحت نظر نبود، پروسس نمیشد، سلو بود. فوکس حکومت امریکا یا USCIS یا استیت دیپارتمنت بالای یومیتریان کیس اوقدر توجه نداشت، فوکس نداشت. آل داره، فعلا داره، بسیار مهم است، بخاطر اوضاع افغانستان
تغییر کرده باید که روی مسائل اینا فوکس بکنه و در کنار این مسئله یک موضوع بسیار مهم که قدر افغانا را همه دنیا میفهمه اما افغانستان که تغییر کرد اوضاعش خراب شد یا خوب شد یا هر چیزی که شد روی مسئله سیاسی باز بعدا صحبت میکنه تمامش از دست حکومت امریکا هم است که همیشه من آقای بایدن و همچنان تیمش من یعنی شکایت میکنم از اونها همیشه میگم که چرا حکومت امریکا توجه نکرد و مردم افغانستان رحم نکرد خب میگذاریم یعنی این کارها را اینا کردن باید که در خدمت شما باشن و باید فوکس کنن بالای کیسای ما و شما بالای کیسای مهاجرت خب یومیتریان کیس بسیار ساده است من پیامای شما را بعدا میخوانم دوستان عزیز یومیتریان کیس بسیار یک کیس ساده آسان اما یک ترک بسیار عادی ساده داره که شما مترک ازش استفاده بکنید یومیتریان کیس یا کیس I-131 تکرار میکنم I مانند ایندیا 131 کیس I-131 یا یومیتریان پرول یا یومیتریان کیس بسیار ساده و آسان برای تمام افغان هاست اول از این که شما با کیس I-131 اپلای بکنین باید یک اسپانسر پیدا بکنین اسپانسر شما یا شوهرتان یا خانمتان یا برادرتان یا کاکایتان که در امریکا هست عایدش از 45,000 دلار بالا باشه میتونه اسپانسر بکنه درست است I-131 هم بر شما مور اکسپلین میکنم صحیح است درکتان کردیم I-131 گوگل بکنین بسیار ساده است خود شما میتونین خانه پوری بکنین بسیار ساده است اگر نمیتونین ما یک تیم را جور کردیم که فعلا میخوایم سر از فردا ترنینگشان را شروع بکنم در کالیفرنیا در لاس ویگاس در ورجینیا، در ملند، در تکساس و این تیم می خواهیم ترنینگ بتم که چه قسم فرم خانه پوری میکنن و با کدام شیوه خانه پوری میکنن دیگه افغانا را رایگان خدمت رایگان فرمش خانه پوری بکنن به خدمت افغانا باشن همکاران عزیز ما کارهای امیگریشن یا سایوی در این برنامه که من کار میکنم روی مسائل کار میکنم رایگان است بکنم دو سال قبل P2 در عراق بود که عراق میتونست فامیلای خود یا P2 بیاره فامیلای خود اینجا من 1.5 سال قبل تا 6 ماه پیش بسیار توجه کردم فوکس کردم کوشش کردم کمی کیس P1, P2, P3 از عراق همچنان در افغانستان هم پیاده شد بیاید که این کار انشالله شد این توسط کانگرسمن ها شد همکاری کردن من تشکری میکنم از کانگرسمن کریس اسمیت دینا روباکر دیگر سناتورهایی که همراه من همکاری کردن بسیار تشکری میکنم این کیس شد P2 و این کیس قبلا بسیار جنجال ها داشت حالا ساده شد یعنی همین کیسایی که یا همین فرمایی یا همین بخشایی که من فعلا کار میکنم رایگان از بخدمت هموطنانم شب روز زحمت میکشم صرف بمی که من افغانای مرا هموطنان مرا اینجا بخوایم بسیار نفوذ کم دارم 35 میلیون نفوذ من یک مسیج از سخنگوی طالبا برتان نشان میتم برای من نوشته کردن که شما تمام افغانا جوانا را شما امریکا میبرین یا خارج روان میکنین مشوره میتین برن امریکا یعنی در کشور عیسوی مرا میخواین تهدید بکنن به این نخیر این کشور کشور آزاد است
دلت هر مذهب را که پرکتس میکنی یا تمرین میکنی یا نماز میخوانی به هر دینی که میباشی آزاد هستی، نه کسی سر فشار میاره. مسلمان هستی برو مسجد، مسجدهای بسیار زیاد داریم، روی یک مسجد ما کار میکنم که اینجا در نزدیک خانه بزرگترین یک مسجد با همکاری از هموطنانم پاکستانی ها، افغان ها، ایرانی ها، مسلمان ها، یعنی جمع مسلمان ها، پاکستانی های عادل که در جمع کارهای ما هستن، ایرانی ها، عربا، زیادتر عربا از افغان های ما زیاد هست، یک مسجد جور میکنه. یعنی هر کس میتونه پرکتس بکنه نماز خدا، دلش نماز اینجا میخوانن، دلش عبادت میکنن، دلش نمیکنن، کار خودشان هست. این کشور کشور آزاد است. ما کمک میکنم تمام افغان های ما که 35 میلیون نفوذ دارن، اکثریت از این که طالبا بکششان، انتحاری بزنه، طالبا گردن ببره، چرا ما نجاتشان خداوند نجات میده، چرا ما واسطه نشم که نجاتشان بتم بیارم در کشور خارج، کانادا، امریکا، اروپا آینده درخشان داشته باشم؟ چرا نی؟ از این که کشته شان ما این همکاری را میکنم. اما طالبا شکایت کردن که صاحب ناصری کار اشتباه میکنه. درست است، اگر به نظر اونا اشتباه است من اشتباه میکنم، میپذیرم من اشتباه را، اما افتخار میکنم که من افغان های ما کمک کنم بیاین به برنامه های مختلف مانند ویزه های بشر دوستانه بیاین امریکا. خب دوستان عزیز، یومیتریان کیس یا کیس های بشر دوستانه به خدمت شما است. آسان راه فرم 100 امید دوستا هم وطنانی که من ترنینگ میتم در بیس های نظامی یا مثلا در استیت های مختلف در بخش I-131 یا I-134 اینا بتانن شما را آزادانه کمک بکنن، همکاری بکنن، رایگان کمک بکنن، هیچ کس از شما پول نگیره و اگر مصرفی هم داشته باشه خیره، دفتر ما، دفتر روابط افغانستان امریکا پولش هم میتن و ما کوشش میکنیم که مصارف هم بتیم و کسایی که بر شما رایگان ترنینگ بده، صرف کمک بکنیم از این که امریکا پاکستانی زیاد شد، ما میخوایم افغانای خودم زیاد شود، در کنارم برادرم در پارک یک جای برم، یک محفل داشته باشم که تمام برادرها و خواهرای من در کنارم در قلبم باشه، او بهتر است. من می کوششم میکنم، هر کس توجه خاص داره در هر بخشم و توجه من سر بالای کیسا است که ما بتونم افغانای خود دعوت بکنم به امریکا بیاید. یومیتریان کیس اگر انکم خوب دارین بیشتر از $50,000 شما هیچ ضرورت به اسپانسر ندارید. بسیار ساده کارتان میتونید پیش ببرید. فرم میرین، خانه پوری میکنین، توسط خود شما خانه پوری میشه یا وکیل میگیرین. وکیلای شما اگر $2,000 یا $1,500 میگیره، بالکل برشان میگین، جدی برشان میگین که من از افغانستان هستم، افغانستانم در حالت سوختن است و ما ضرور نیست که از ما $2,000 بگیم و من نیاز دارم فامیل ما بکشم، ما میخواییم $500 $600 بدم. تا $1,000 اگر وکیل شما میگیره شما پولش رو بدین، مشکل نیست. خب دوستان عزیز، یومیتریان کیس یک وکیل بگیرین خوبتر است. وکیل هم خودتان در هر شهر که میباشه سرچ کنین، گوگل بکنین، برین خود معرفی بکنین، میشه که 50% یا 50% تخفیف بده برای شما. اگر وکیل نمیگیرین آزادانه خودتان پیش ببرین، اگر او را نمیتونین منتظر باشین که ما می تیمای خود برای شما در فیسبوک دفتر روابط افغانستان امریکا دینمید فیسبوک ما معرفی میکنم دوستاره، شمارهشان هم میتونم، لستشان هم برای شما میتونم، شما میتونین رایگان از اونا استفاده بکنین، کمکتان میکنم انشالله. یومیتریان کیس I-131 در گوگل بزنین، فرما میایه، 5 ورق است. این 5 ورق خانه پوری میشه، بسیار بیسک انفارمیشن کار داره، بسیار معلومات ساده است که از شما ضرورت داره. این را خانه پوری میکنین، در کنار از این که در حالت خانه پوری هستین بیادتان باشه که شما باید برین یک اسپانسر پیدا بکنین. اسپانسر ما بر شما میگم بسیار رای آسان ساده بر شما معرفی میکنم با مسرد. اسپانسر بسیار ساده است. یک، در چرچ یا کلیساهایی که نزدیکایتان است. چرچ، کلیسا،
شما از کلیسا ها کمک نمیگیرین. کسایی که ثبت راجستر کلیسا از خارجی ها، امریکایی که پول دار است، اونا میتونن به شما کمک کنن، به یک شرط که شما برشان بگوین که من از افغانستان هستم، یک. دوم، نیاز دارم فامیلم تهدید از بکشم. دو، سوم موضوع مهم است که سوم باید برشان بگوین، سوم ای که یاداشت بگیرین، سوم ای که من از شما اسپانسر نمیخوایم که شما بترسین که فامیلای از افغانستان میاین، کرایشان چطور میشه، خرچ خوردنشان چطور میشه، مصارف از اینا چطور میشه، پیسه ویزا چطور میشه، پیسه دیگر موضوعات مصارف چطور میشه. این خارجی ها میترس از شما و شما را کمک نمیکنه. لحاظا شما چی میگن برشان؟ برشان میگن که مستر مایک یا هر کسی که امو چرچ بر شما معرفی کرده، چرچ به شما را کمک نمیکنه مستقیم، چرچ امو تیم بر شما معرفی میکنه، میگه ده نفر پولدار سرمایه‌دار در لیست ما است، ما امیر رو بر شما معرفی میکنیم، روز یکشنبه بیاین معرفیش میکنیم، مستقیما امروشون صحبت بکنین، 5 دقیقه امروشون وقت داشته باشین، وقت بگیرین ملاقات بکنین، یا خانهش یا دمو چرچ یا بیرون، برشان بگوین که ما just show your documents، اینمی داکومنت های تا نشان بده، امی تکس ریترن های سال قبلی تا نشان بده به حکومت، اینمی کافی است. شاید از شما بپرسه پس من اسپانسر شدم، پیسه کرای خانه شش، بگو من دارم، من میتونم، مشکل نیست. شما به یک اسپانسر ضرورت دارین که اون اسپانسرتان بکنه، به اون صورت میتونه این خارجی کمکتان بکنه، به شرط که کرای خانه از اون نگیرین، کرای خانه فامیلتان که نو میایه نگیرین، خرچ خوردن فامیل که نو میایه به امریکا نگیرین، تمامش مصارفش چون ذخیره دارین، کم از کم از 1000 تا 10000 دلار کم از کم در بانک شما اطمان است، از امون مصرف بکنه. این یگانه آپشن است که از چرچ استفاده بکنیم در خدمت شما. دوم، از مکاتب، استادای مکاتب، استادای پنتون بسیار معاش خوب دارن. استادای مکاتب کسایی که مثلا طفلش در مکتب است، استادش همراهش صحبت بکنه، میتونه کمکتان بکنه. کسایی که در مغازه کار میکنند، سوپرمارکت ها کار میکنند، بزنس مین ها هستند، کسایی که آرمی ریتایرمنت میگیرند، ریتایر هستند، تقاعد کردند، اونا میتونن شما را کمک بکنند. بسیار راه های آسان است که به شما خارجا امریکایی کمک و همکاری بکنند. این بخش اسپانسر است. اگر خود شما عاید درست دارین، سوپرمارکت دارین، مغازه دارین، عاید خوب دارین، ترک درایو میکنین، یک کار میکنین که عایدتان بالا است، هیچ ضرورت به اسپانسر ندارین. هر شخص یک فامیل میتونه اسپانسر بکنه. بسیار خوب. یک فامیل هر شخص عاید خوب داشته باشه بیشتر از 45000 میتونه اسپانسر بکنه که ایره فامیل دوم، فامیل سوم با اسپانسر دیگه میتونین برشون پیدا بکنه. اما فامیلی که شما ضرورت دارین، نیاز دارین، او امورا میتونین یک نفر عاید خوب اسپانسر بکنه. این مسئله اسپانسر. و دوم، در فرم یومیتریان کیس یا I-131 راه بسیار آسان که به هر شخص در خانه پدر است، مادر است، خواهر، برادر است، به هر شخص یک فرم خانه پوری میشه. به هر کدام از یا اندیویجوال، به هر کدام از یا 500 چند دلار است فیس تاویل میشه. و این فیس به خاطر که شما تاویل میکنین که سایتون هم زود سرعت برش فوکس میکنن، توجه میکنن، سرعت میبخشد، در ظرف 3 هفته بر شما جواب میه، از 1 هفته الی 4 هفته الی 3 هفته جواب بر شما میه. و این فرم امی I-131 توسط شما خانه پوری شد، شما 500 چند دلار دادین، بعدا ای را سبمیت میکنین. اگر شما 500 چند دلار ندارین، پول ندارین که بتین، شما میتونین ویور فی اپلای بکنین. ویور فی کم جنجال داره. ویور فی به فارسی یعنی که
فیسه که شما نمیتونین پرداخت بکنین. 500 چند دلار، 4 نفر 2000 چند دلار میشه، اما ارزش از زیر داره که 2000 چند دلار میشه. درست؟ دوستان عزیز، هموطنان گرامی، humanitarian case, humanitarian peril, I-131 اسپانسر کار داره، پیمنت کار داره که 500 چند دلار از فی نفره و پر کیس، و به هر شخص یک کیس فایل میکنین، یک فرم فایل میکنین، اضافه یک فرم فایل میکنین، تمامش مربوط یک کیس میشه و بسیار ساده آسان در ظرف 3 هفته برای شما جواب میده. اگر فیسش دارین 500 چند دلار میتین، اگر ندارین یک ذره وقت میگیره که ویور فی که یک فرم هست رو خانه پوری میکنین، ویو میکنین، مگذرین از پول پرداخت پولش. اگر دولت یا امو کیس ورکر، امو کسی که شما رو فود استمپ میده، امو کسی که میدیکیت و میدیکیر و اینی چیزا رو برای شما میده، اونا میتونن کمکتان بکنن. امو کیس ورکر به هر شخص با فامیلش یک کیس ورکر داره در کاونتی، میشه که کیس ورکرش کمکش بکنه. در غیر آن اگر شما مصرف میکنین 2000 چند دلار یا 500 چند دلار فی نفره و تقریبا 3-4 هزار دلارتان 2-3 هزار دلارتان مصرف میشه، بالای یک فامیلتان میه، نقص نداره، فایده داره، از پولتان بگذره. میفهم افغان های مگذره سخت هم است، پول مصرف نمیکنن، اما اینجا پول به دردتان نمیخوره، فامیل به دردتان میخوره. اینجا از پولتان بگذاریم، فامیلتان را دعوت کنیم که بیاید. این بسیار یک راه آسان و ساده است بر شما. I-131 humanitarian case. آمدم بالای موضوع I-134. کیس I-134 I-134 و I-864 تکرار میکنم. I-134 I-864 هر دویش یک چیز است. فرم افیدیویت سپورت یا فرم که شما اسپانسر میکنن، فرم که اسپانسرشپ میکنن، فرم که کس را کس اسپانسر میکنن. فرق بین I-134 و I-864 چی است؟ فرم I-134 اسپانسر کسایی که استودنت ویزا میگیره، کسایی که موقتا ویزا میگیره، تمپرری ویزا میگیره، موقتا ویزا میگیره، به خاطر اسپانسر کردنش میره فرم I-134 استفاده میکنه، کسایی که موقتا ویزا میگیره. و کسایی که پرمننت ویزا میگیره یا گرین کارت میگیره، پرمننت گرین کارت میگیره، او سپورتر کار داره، اسپانسر کار داره، با او فرم I-864 کار است. I-864 فرمش اسپانسرشپ است، او فرم خانه پوری میکنه. بسیار ساده است، 8 ورق است، ورقای آخرش قدر کار نمیه به خاطر ترجمانی ویاز، 8 ورق است، خانه پوری میکنین. فرم افیدیویت سپورت یا فرم اسپانسر، کسی که اسپانسر میشه، بسیار ساده خانه پوری میشه. اونمو کسی که آیدش از 50,000 47,000 45,000 بالا میباشه، نظر به تعداد فامیل، فرم خانه پوری میکنه. اما فرق بین I-134 و I-864 چی است؟ که یکیش یعنی I-134 به استودنت ویزا و I-864 با پرمننت گرین کارت، پرمننت ویزا است. اینم قدر فرق داره که ایره فرقش بدارین، نشوه که فرم I-131 خانه پوری کردین با سپورتر یا اسپانسرش I-134 هم خانه پوری کنه. نه خیر، او به استودنت ویزا است، کسایی که استودنت ویزا میگیره، تمپرری ویزا میگیره، موقتا یک ویزا میگیره، به اونو هست. درست؟ اگر به پرمننت میگن، او نظر به کیس شما، مربوط شما میشه. و کیسایی که گرین کارت دارن، به اونا I-864 باید خانه پوری شود. این موضوع
Honapurie phone book ke I-131 or I-134 بعد خانپوری شود بعدن که یک چند روز چند وقت تیر شد اگر خواستین که دایرکت یعنی مستقیما بر شما جواب بتن و می پروسس شما را قبول بکنن اکسپ بکنن سرعت ببخشن اکسپدایتش بکنن G1145 خانپوری میکنن بسیار کوتاه بسیار کم یک فرم است خانپوری میشه اضافه میشه که باز بر شما تکس و ایمیل میاد پروسس چه یک ذره سرعت میبخشه بر شما زود جواب میده کو رایگان است G1145 اگر فراموش کردین دوباره امی لایف مرا تکرار ببینیم آمدیم بالای موضوع فرم I-130 فرم I-130 و I-131 فرق میکنه فرم I-131 یومیتریان کیس که فعلا داغ است سرعت داره شما هر یک شما واجد شرایط هستین باز تکرار میکنم واجد شرایط هستین که خانه پوری بکنه و فرم I-130 به کسایی که سیتیزن است و میتونه فامیلای خود دعوت بکنه گرین کارت است فامیلای خود یعنی پدر مادر خود دعوت بکنه او کیس I-130 است مگر بیاتن داشته باشین که از تمامش کرده کیسی که فعلا سرعت میبخشه توجه خاص استیت دیپارتمنت وزارت خارجه و حکومت امریکا ستونای مختلفش فوکس زیاد داره بالای I-131 اینمی لحظه برین خانه پوری کنه بدبختانه که من نمیتونم با میلیون ها افغانم که این ویدیوهای مرا بیشتر از 4-5 لک هموطنانم میبینه من نمیتونم با هر شخص هر هموطنم بشینم خانه پوری بکنم مجبور هستم که به هر استیت ایالاتی که هست من دعوت بکنم دوستای خودم معرفی بکنم در صفحه دفتر روابط افغانستان امریکا افغانستان امریکا ریلیشن آفیس شیر بکنم که شما برین معلوماتش رو بگیرین زنگ بزنین با شما همکاری بکنن اینمی یگانه راهش است ما بدون کدام هدف سر به نام خدا شما را کمک میکنیم همکاری میکنیم و درخواست میکنیم از این که شما پریشان هستین رای آسانش هم ایست که شما فرما را خانه پری کنیم آمدیم بالای موضوع SIV فعلا SIV برای یک چند وقت سلو است استاپ است به خاطر که 120,000 افغان مهاجری که از افغانستان آوردن در دبی در قطر در جرمنی در کمپای اینجا امریکا هستن اندر پروسس و تای پروسس است وقت میگیره که از این 120,000 نفر میشه از این 120,000 از اینا SIV گرین کارت و سیتیزن هستن که آمدن در تیارای توسط تیارای نظامی و 20,000 دیگر از این کسایی که واقعا واجد شرایط است مانند گاردا مانند 01 02 03 04 امنیت ملی ما اوچی میگفتیم اونا و همچنان کسایی که در کمپانی های مختلف کار کرده و 80,000 دیگر از این ناگهان آمدن خدا خیرشان بده قسمتش هست نوش جانش آمدن و تذکره ندارن پاسپورت ندارن ورق ندارن چیز ندارن باید یا تای مراحل شود که یک وقت را دربر میگیرم میفهمم که از سر کو نفر آمده برادرای ناراضی در جمع فامیلایش هم اینجا هست آمدن یا آمدن اما ما کوشش داریم فعلا فلتر داریم توجه خاص ما ای است که دوستان عزیز هموطنان عزیز شما تنها نیستین حق شما خورده شده میفهمم درکتان میکنم
اما ما امی لوبیای سیاه را از لوبیای سفید یا از لوبیای سرخ جدا میکنم. تشویش نکن. جدایش میکنم. اما قدر نقل میتم که باید کسایی که میامد او باید میامد اما ما کار میکنم. تشویش شما تنها نیست. صدای شما را میشنوم همیشه. صدای شما را جهان میشنوم فعلا. پس کیسای اسای وی فعلا هایسته است، سلو است، استاپ است به خاطر اینمی 80,000 افغان دیگه که روی پروندهایش و ورقایش کار میشه، یک زمان را میگیره، یک چند ماه را میگیره، از یک الی 6 ماه را در بر میگیره. شما حوصله بکنیم، صبر بکنیم. رفیجویی که در کمپای نظامی است، پیام مایی است برش که هموطنان عزیز، کیسایتان که تای مرایل است میشه اندر ریویو است، شما از کمپ نظامی بیرون نرین. از کمپایی که بر شما گفته شده شما بیرون نبرین. بگذارین. میفهمم بعض دوستا خانمش در کمپ است، شوهرش بیرون است، کوشش میکنه که خانم خدا بکشه. صبر بکنین. اما قد وقت دیگه هم که صبر کردین، حالا هم صبر بکنین. یک ماه دیگه، 20 روز دیگه، در ظرف 21 روز تمام برنامهش حل میشه، مشکلاتش حل میشه. باز شما خانمتانه، خواهرتانه، برادرتانه بکشین، ببرین، جای برشان داده میشه، کیس ورکر برشان داده میشه، میدیکیت داده میشه، پروسیسشان اندر ریویو میشه، باز شما میتونین آزاد بکشین. در غیر آن به خود و به فامیلتان جنجال نکشین. بگذارین در جایی که خارجی ها میفهمن اموجا جای به جای کرده با فامیلای دیگه، نانشان، اوشان و اکومندیشن یا جای بوده باشن، برشان هست، مهیا است، اموجه باشد و از کمپ بیرون نکشن. بگذارید. فلایت های روی مسائل فلایت ما باید صحبت بکنیم. فلایت های دبی، ابوظبی، قطر، تمام فلایت ها به خاطر مرض سرخکان استاپ است تا اول اکتبر. هموطنان عزیز شما صبر بکنید، حوصله بکنه. اول اکتبر پس دوباره شروع میشه. بعد از اول اکتبر پروازها شروع میشه، پروازهای ابوظبی، دبی، قطر، تمام جرمنی. پس میآیند مهاجرین میارن به خاطر که سرخکان است، موضوع سرخکان است، دیزیس آمده، از او خاطر ماندن، گفتن باید مهاجرین واکسین شوند، یک 3 هفته از واکسینشان تیر شوند، بعدن باز اینا رو میدن. شما را اگر چند روز قبل واکسین کردن، بر شما حتما گفتن که 15 روز یا 20 روز امو زمان بر شما تعیین کرده، شما صبر بکنین. بعدن بعد از امو وقت که تعیین شده شما را میگن دوباره میتونن، پروسیتون تای مرایل است، شما میتونین برین. باز استاپ دوم میکنین که در کجا استاپ میشن. این در مورد پرواز هاش. آمده مسئله P2، صحبت برنامه ما فعلا در بخش P2، بعدا در فرم I-131 باز دوباره تکرار میکنم، راه های حل بر شما میگم، شما اپلای بکنید. هموطنان عزیز، کسانی که در استیتای مختلف هست، شما میتونین آفیشلی در ایمیل دفتر تقاضا بکنین، افغان ها جمع بشین اونجا تقاضا بکنین، مانند ساکرامنتو، مانند کالیفرنیا، مانند لاس ویگاس، لاس انجلس، اینا افغان ها، صدها افغان جمع شدن، کمیتهشان جمع شدن، تقاضای رسمی کردن به دفتر، دفتر ما اجازه پرواز برام، اجازه سفر برام دادن، برای 2 روز 3 روز رفتم در هر استیت، نماینده خود تعیین کردم، پروسه را طی مراحل کنن، مشکلتان و همچنان در هر استیت یک نماینده تعیین کردیم که کمک کنند بر شما. اگر شما همچنان تکساس یا دیگر استیتا میخواین که ما سفر داشته باشیم، اعضای دفتر ما بیاین از شما دیدار بکنن، در کنار از این مسئله SIV یا Humanitarian Case یا نماینده تعیین بکنیم، پیپر ورک های شما را پروسس بکنن، شما آزادانه تقاضای یا درخواستی بدین به دفتر و اونا بعد از ریویو مطالعه کرده
اپروف کرد مرا اجازه سفر میتاب پس میایم در شهر شما در استیت شما هم از شما دیدار و هم مشکلات شما را میشنوم نه تنها مسئله سایوی کیس ها بلکه موضوعات سیاسی هم ما سوالاتتان را میتونیم بگیریم با مقامات امریکایی شریک میتونیم کرده آمدیم بالای پرونده یا کیس P2 کیس های P2 با تکرار میکنم یک ماه قبل تکرار کردم باز هم مجددن ایره میگم که کسایی که واجد شرایط است SIV یعنی کسایی که HR recommendation letter داره هیچ ضرور نیست در بخش P2 بره هیچ ضرور نیست که یک شخص هم SIV اپلای کرده و هم P2 اشتباه است اشتباه روان است یا SIV اپلای کو یا P2 ببین که در کدام چوکاتش میایی اگر HR recommendation letter کمپانی داری ثبت امریکا است recommendation letter از خود American داری شما واجد شرایط SIV هست شما میتونین SIV اپلای بکنین بعدا صبر بکنین فعلا هم پروسس است شما اپلای بکنین منتظر باشین چند وقت را در بر میگیره SIV فعلا استاپ است اما داکومنتشان را میگیره نتیجهش بعدا بر شما اعلان میشه SIV اپلای بکنین کسایی که HR recommendation letter داره اگر یکیش داره یکیش نداره یک شه داره دگیش نداره مثلا HR داره رکومندیشن لیتر نداره باز واجد شرایط نیست باید هر دوی شه داشته باشین همزمان بعدا اپلای بکنین شش ورق است SIV به خاطر SIV یک رکومندیشن لیتر دوم HR لیتر سیم ترت لیتر چهارم بیگرافی پنجم فرم تذکره و پاسپورت چیزایی دار تمام اینمی فرما را یک جا میکنین بعدا اپلای میکنین با کجا اپلای میکنین دمی کامنت یا در متن ما بر شما SIV را ایمیل شنوشته میکنم ایمیل بکنین با او روان بکنین ای بخش SIV و بخش P2 کسایی که واجد شرایط نیست یعنی چی؟ یعنی HR recommendation letter ندارن بعدا اینا میتونن با P2 آمرشان اپلای بکنن خودشان نه باز تکرار میکنم P2 Purity 2 یا Purity number 2 خود شما نمیتونین اپلای بکنین یک امریکایی باید با شما اپلای بکنن کی باشه؟ دوستان عزیز اگر شما عمرتان امریکایی ها هست سابق بود HR ندارین اونا یک خط میتر رکومندیشن لیتر میتر یا میگه که من شما رفر میکنم یا همون کمپنی شما رفر میکنم لستتان رو بتین نامتان معلوماتتان از شما میگیره یک دو ورق از معلوماتشان از شما میگیره شما از طرف شما اپلای میکنم به USCIS که لینک از این را باز هم لینک همی بخش P1 P2 P3 را با ایمیل SIV من بر شما در تایتل امی لایف به نشر میرسم سر از او کلک میکنیم بخش P2 تمام دیتیل بر شما میکشه دوستان عزیز خارجیتان تقاضا بکنین بگو برادر باس رئیس هر چیزی که صدایش میکنین بر شما بگوین که من میخوایم که شما به ما اپلای بکنین در بخش P2 اونا باز میفهمن لینک بر شما میتین لینک ما بر شما میتم او را برش میتین بگوین که اپلای بکنن باز اونا رفیرتان میکنن خارجی باید امو امریکایی که با شما وظیفه اجرا داره نه او کس او خارجی که در والمارت کار میکنه امریکایی که قبلا همراه شما کار کرده اونا میرن رفیرتان میکنه فرم خانه پوری میکنه شش هفت ورق از شما را رفیر میکنه به USCIS بعدا فرم خانه پوری کرد بر شما احوال میده ایمیلتان نمبر تلفنتان تمام معلوماتتان را میگیره شما بعض دوستا برای ما زنگ زدن میگن ما اپلای کردیم به P2 برادر عزیز اشتباه روان هستی شما به P2 اپلای کردن نمیتونید یک امریکایی باید بر شما اپلای بکنه که او امریکایی قبلا همراه شما وظیفه کرده باشه یا در افغانستان بوده باشه یا کمپانی همراهشان بوده باشه موضوع پاسپورت
دوستان عزیز، هموطنان عزیز، فعلا رئیس جمهور در افغانستان نیست و ما کوشش میکنم، 100% کوشش دارم که حکومت امریکا جهان طالبا را به رسمیت نشناسه. طالبا نزد من، نزد اکثریت مردم افغانستان وحشی ها هستند. ما به نام گروه وحشی میشناسمش. خودم شخصا طالبا را به نام گروه وحشی، قبلا انگشت های ما قطع کردن، جور دادن، اینه که به عهده شخصی دارم، ما میبخشمش. ما پست به شرط که مردم افغانستان ما آزار ندن، وحشیگری سابق واره حالا نکنن، ما میبخشمش. اما ما میفهمم که او کار نمیتونن و در ذاتن وحشی هستن و باید مردم افغانستان اذیت بکنن. هموطنان عزیز، من نمیخوایم که طالبا را یا گروه وحشی را امریکا به رسمیت بشناسن. تا وقتی که امریکا به رسمیت طالبا را نشناخت، کوشش خودم میکنم. سخنگوی طالبا گفتن که آقای ناصری باید استاپ شو و من میفهم تیمای لابیگریش هست اینجا لابی میکنن، باید باشه. تا من زنده هستم گروه طالبا در امریکا نمیگذارمش که لابیگری بکنن. میفهمم به امریکایی ها طالبا عذر میکنن، تیمایشان عذر میکنن، کلانای طالبا به مردم افغانستان لاف میزنن، در پشت سر عذر میکنن که ما را به رسمیت بشناس، بانکار را رها کو. زیاد برنامه دیگه است که نباید، این لایف سیاسی نیست، نباید صحبت کرد. وقتی که شما رئیس جمهور ندارین، شما پاسپورت هم ندارین، مشکل نیست. یک ورق از بیوگرافی میگن، از طرف امریکایی ها خانه پری میشه، همون ورق که شما میتونین خانه پری کنین، چیزی که در پاسپورت میباشه، پکچرتان، ای بقل بیوگرافی، نیم، last name, date of birth, place of birth, تذکره نمبر، تمام معلوماتان مثل تذکره واره درج میشه، یک فرمک است، رنگ عکستان نوشته میکنیم biography instead of passport، اور نوشته میکنیم biography زیرش نوشته میکنیم slash passport information. مانند اونمو یک فرم خانه پوری میکنیم، نام و ولد چیزا، عکستان، سنتان، معلوماتتان، یک بیوگرافی بسیار خرد نوشته میکنه، پیشتان میباشه. اونمو هم به عوض پاسپورت فعلا، ما یک ماه بعدش نمیگم. امیگریشن همیشه در تغییر است. موضوعات امیگریشن همیشه در تغییر است. شاید فردا یک کیس دیگه بیاید، یک برنامه دیگه شه، مانند I-131 یک فرم دیگه بیاید، یک بخش دیگه بیاید که روی مسائلات ما کار میکنم. هر چی زودتر میخوایم هموطنانم که در آتش است از افغانستان بکشمش. تنها بازی میکنم، مبارزه میکنم، تیم جور کردیم با هموطنانم، یک جای میخوایم هموطنانم رو بکشم. درست از بعضی ها میگن که آقای صابر ناصری وقت نداره تلفن ما رو جواب بده، دقیقه سه تلفن من نشین. درست از تلفن شما رو جواب داده نمیتونم، درست از مسیج های شما رو دانه دانه جواب داده نمیتونم. بیروبارم زیاد است، مرا ببخشید، پوزش میخوایم، مرا ببخشید، بیروبارم زیاد است. اما این معنا نمیده که من شما را تنها میمانم، این معنا نمیده که من سر شما پای میمانم، این معنا نمیده که من شما را فراموش میکنم. هرگز مردم افغانستان من فراموش نمیکنم، در کنارش هستم، بازو هستم، برادر هستم، در کنارشان هستم، مثل یک مرد در کنارشان استاده هستم. تا دم مرگ دفاع از مردم افغانستان، از مردم میکنم، تا که توان دارم کوشش میکنم از افغانستان بکشمشان، از اینکه در بین جنگل با وحشی ها بزرگ شوه، چرا با انسان ها بزرگ نشه. خب شما پاسپورت ضرورت نداره، فعلا ضرورت نداره، اما یک ماه بعد اگر کدام مسئله دیگه شد، موضوع تغییر کرد، شما میتونین پاسپورت داشته باشید، میتونین یک مسئله دیگه اضافه شد بر شما پاسپورت داده شود. اما شما از اونجا به می فرم بیوگرافی فرم میاین، عکستان، معلوماتان، اسم، ولد، تخلص، تمام معلوماتان اضافه میشه، یک فرم است، عکس رنگه چاپ میشه، میاین در میدان هوایی امریکا. بعدا همین کسایی که آمدن بدون پاسپورت تذکره آمدن اینجا باز ما ماشین تذکره داریم در نیویورک،
از طرف دولت افغانستان. فعلا موضوع مخصوص پاسپورت است. حکومت افغانستان فعلا هم فعالیت میکنه. سفارت افغانستان در امریکا و همچنان ماشینی که در کنسولی افغانستان در نیویورک است کار میکنن، پاسپورت هایتان را چاپ میکنه، میتو به دستان مشکل نداره. تذکره پاسپورت هر مشکل باشه، بدون پاسپورت شما هم میتونین از افغانستان سفر کنین، به خاطر مشکلات است. امریکا کلش میفهمه، ما میفهمیم، همگی میفهمه که فعلا تذکره نیست، پاسپورت نیست، بند است همه چیز. ای که فردا باز میشه، ای که دیگه پس فردا باز میشه، او را خدا میفهمه. آینده به دست خدا است. موضوع لایر یا کسی که وکیل میگیرن فرمای I-131 خانه پوری بکنن یا بخشای دیگر را خانه پوری بکنن، دوستان عزیز بهترین را گوگل بکنین یا دمو فامیلی سرویس ها برین یا مانند لوترن سرویس، IRC یا دیگر موسساتی که کمک میکنن، اونا میشه لایرهای رایگان بر شما بده. تقاضا بکنین، چرچا را ببینین، فامیلی سرویس ها را ببینین، مسجد ها برین، اونا هم لایرهای رایگان دارن. بعض مسجد ها هم در کالیفرنیا خبر شدم که روی مثلا مرا دعوت کردم، با یک مولوی صحبت کردم، بسیار آدم خوب است، اسمش فراموش کردم. گفتم که گفت چی خدمت میتونم به هموطنانم، گفتم این که شما نماز میتین یک خدمت به نام خدا هم بکن. گفت چی کنم؟ گفت گفتم یک چند لایر حقوقدان همینجا مسلمان، افغانی باشه، ایرانی باشه، از هر مملکت باشه، به نام مسلمان تقاضا بکو که همین مهاجرین فرمایش خانه پوری بکنن، رایگان از پیشان پول نگیرن. ما تا به حال یک افغانی از کسی نگرفتم. کارهای مردم هم میکنم و ما هموطنان و همکارهای ما که در کنار ما کار میکنه برشان گفتم یک روپه پول نگیرن، رایگان بر شما خدمت بکنن، کار بکنن. قبول کرد، بسیار نظر خوب گفت. آقای ناصری گفت مادر آیدیا هستی، همیشه مفکورای خوب داری برای ما، با ما شریک و بعض مفکورای تر، بهترین مفکوره رو برای ما گفتی، آیدیای خوب گفتی برای ما. خوب است، ما در نماز جمعه اعلان میکنم، در هر نماز جمعه گفتم اعلان بکن، بگو که لایر رایگان کار دارم برای هموطنانم، مردم افغانستانم فعلا دخم است. شب روز خواب ندارم، شب روز خواب ندارم به خاطر هر هموطنم. فعلا چی میخورن؟ اقتصاد خراب، بازار خراب، دکان ها نمیچله، رستوران ها نمیچله، خوراک فروشی ها نمیچله، قصابی ها نمیچله، مردم پولایشان گم شد، پول ندارن، غریبا بیچاره مانده، کاربار نیست، چی میخورن؟ از سه وقت، یک وقت، اما 10 سال بعد چی میشه؟ ایره خدا، ما با رژیم طالبا به می خاطر رضایت ندارم که گروه وحشی هیچ کس نمیتونه بیایه سرمایه‌گذاری بکنه، هیچ کس نمیایه در افغانستان کار بکنه، به خاطر که اگر شما هرچی گرچه بگوین که ما امنیت میاریم، ما اتو میکنیم، ما تو میکنیم، چهره های شما خطرناک است، اعمال شما خطرناک است، طالبان اعمال شما، چهره های شما خطرناک، مردم میترسد شما نمه، چهره انسانی را نداره. خب به این خاطر من درد میکشم از هر هموطنانم که در افغانستان است، کار بار نیست. کوشش کردیم از طریق دفتر ما، از طریق برنامه که ما داریم، من هموطنانم کمک کنم. آمدم بالای کیس ویدنگ کیس، کیس هایی که شوهر خانم خدا، خانم شوهر خدا دعوت میکنن. برادران عزیز، کیسای عروسی، کیسای پدر مادر، کیسای SIV فعلا استاپ است. کیسای لاتری گرین کارد، کیسای دعوت و اسپانسر که قبلا کردن فعلا استاپ است. کیسای لاتری گرین کارد از سال قبلی 99% سوخته، از بین رفته، نمیشه. کیسای ویدنگ، کیسای پدر مادر، اینا تحت
پروسس است صبر بکنید شما حوصله بکنید صبر بکنید که سای I-131 مشکلاتشان حل شود که سای دیگه که داریم استنبای هستن اونا P2 حل شود بعدا میاین بالای با مسرد با بالای کیس SIV و کیسای عروسی کیسای نامزاتی کیس والدین با اینا صحبت میشه شاید از یک ماه الی شش ماه را در بر بگیرن که این کیسا استاپ است حوصله بکنین صبر بکنین با فامیلتان صحبت بکنین میفهم کم مشکلات دارین مشکل است اما کم حوصله بکنین کیس لاتری استاپ است لایرها را بر شما گفتم کلکولوژن سخنانم امی است که لایرها را شما گوگل بکنین صحبت بکنین امروشان گپ بزنین کسایی که حقوقدان است بعض مسجدها را ببینین که شاور رایگان کمکتان بکنن و فلایت ها تا اول اکتبر بند است صبر بکنین بخاطر سرخکان کیس سرخکان مشکلاتش حل شد بعدن پروازها از اول اکتبر به خیر انشاءالله دوباره شروع میشه منتظر پرواز باشن کسایی که منتظر پرواز هستن در دبی قطر اونا باشن جای به جای هستن نان خود بخورن میفهم مشکلات دارن بیروبار در قطر جنجالات زیاد است تمامش میفهم بعضی دوستا گفتن در مورد فرم 131 باز هم صحبت بکن کم زیادتر صحبت بکن درست زیادتر در موردش صحبت میکنم نسبت به دیگر فرما اگر خواستین که بعض معلومات در اون مورد داشته باشین www.travel.state.gov یعنی gov سرچ بکنین معلومات زیادتر بر شما میدن خب دوستان عزیز بیاین کیس I-131 که فعلا توجه خاص هموطنانم حکومت امریکا یعنی استیت دیپارتمنت یعنی سفارت ها یعنی USCIS اینا دارن در این مورد صحبت بکنم هموطنان عزیز کیس یومیتریان پارول یا کیس I-131 بسیار ساده است اگر دل شما بسوزه اگر شما بالای خود و فامیلتان رحم بکنین بسیار ساده است آسان است فرم خانه پوری میکنین خودتان انگلیسی ها دارین شکر بله ندارین پسرتان ندارین همسایتان ندارین یک همکارتان خانه پوری میکنه برای شما بسیار ساده است یک دوم اسپانسر کار است سیم پول کار است که بتین هر نفر اندیویجوال 500 چند دلار کار داره به هر فرم است برش میتین نفره و یک اسپانسر پیدا بکنین اسپانسر را یا از چرچ پیدا بکنین یا از مسجد ها پیدا بکنین مسجد برین چرچ برین دوکان ها برین مغازا برین زنگ بزنین دوستای سابق شما که آرمی بوده ریتایر بوده ریتایرمنت میگیره مشکل نیست ریتایرمنتشون بیشتر از 3000 دلار است گود ماشان خوب است میشه کمکتان بکنن ده. I-131 بسیار ساده آسان حالا یک چند ها مطمئن من سوالاشون رو میگیرم نوشته کردن بدون اسپانسر امکان داره کیس نو بدون اسپانسر هیچ نمیشه اسپانسر ضروری است بر کیس I-131 دوستان عزیز حالا وقت است که هر کسی که پیام میتد تقاضا میکنه بالا میاد سوال میکنه من در خدمت شما هستم 575 دلار بله نظر به استیت فرق میکنه بعضی ها بالا پایان 500 چند دلار است دقیقش مشکل است که بر شما بگویم نظر به استیت شما اپلای میکنین مگر این رو بر شما میگم نقص نمیکنه 500 چند دلار به هر فرد فامیل شما که اپلای میکنین بسیار خوب است لطفا این چانس طلایی را فراموش نکنید یک چانس طلایی است برای شما لطفا اپلای بکنین تقاضا بکنین دوستان عزیز هموطنان عزیز من نمیگم که برنامه ما را شیر کنین به خاطر خود ما اما اگر میخواهیم که دیگر هموطنانم
این پیام مرا بشنوه، بتانه از افغانستان نجات بیابه، لطفاً صفحه ما را شیر بکنین، لایک هم بکنین، به دوستانتان روان بکنین، در صفحه فیسبوکتان لایک بکنین، در تیک تاک شیر بکنین، در انستگرام شیر بکنین، تمام هموطنان ما خبر شوه. باز هم تکرار میکنم روی مسئله فرم I-131، کسانی که میخواید تقاضا بکنن، صحبت بکنن، لطفاً بیان. خب باز تکرار میکنم، دوستان گفتن اگر کسی سه زن داشته باشه چطور بکنن، اما چگونه؟ دوستان اگر سه زن دارین در افغانستان مشکل نیست، اما زنی که شما میخواییم تقاضا میکنین، اما اونا رو بخواییم دیگه چه برای ما زنگ بزنیم، ما بر شما تعریفه شه برتون میگم که چه قسم بخواییم بیاره، مشکل نیست. بعضی ستا دو زن سه زن مشکل ندارن، یک استیت دو استیت که یک زن است، اما بعض استیت هاست که دو زن سه زن، حتی بعضی کسا رو میشناسم که چهار پنج زن هم دارن. دوستان مشکل نیست، گپ زن نیست که چند زن میخواین، اگر دو زن دارین زیاد دارین، اما هر سه زن یک جای دعوت بکنین، راه شما بر شما حل میکنه، مشکلش حل میکنه. کوشش کنین که با خانمایتان که یک زن است، الا سه زن است، چهار زن است، هر چی که دارین، مسئولانه صحبت بکنین، محبت بدین و بخوایشان که امریکا بیان. خب دوستان اگر سوال دارین بیاین در لایف که ما اکسپ بکنم. بله سلام علیکم. سلام برادر عزیز، کامریت چالان بکنین، چطور هستین؟ بله سلام علیکم آقای ناصری، میشنوین؟ چطور هستین؟ بله سلام، چطور هستین؟ میشنوم. بله میشنوم. بله صدایتان رو دارم. صدای من رو دارین آواز ناصری؟ بله دارم. فکر می کنم که دوست ما صدایشان درست نمی آمد، بیان که دیگه تقاضا را. دوستان اگر سوال دارن، من نمی فهمم که کدامش اول بگیرم، اینجا تقاضا زیاد می آید، در کومنت ها می شما بخوانم. نوشته کده باید فامیل چند فامیلی که شش نفر است، یک اسپانسر ضرور داره، مشکل نیست، یک اسپانسر که از $50,000 بالا ساله، ماه نمیگم، ساله آید داشته باشن، بله واجد شرایط است، میتونن اپلای بکنن، مشکل نیست. بله بله سلام علیکم. سلام برادر عزیز، اسمتون از کجا به تماس شده؟ جواد اسم از کابل بیار. جواد جان السلام علیکم. علیکم السلام، خوب هستین؟ بخیر ناصری صاحب. سلامت باشین، زنده باشین، بفرمایید سوالتان چیه؟ سوال ما این بود که برای ما از امی کنگرس یک نامه آمده بود که شش هفت فامیل، پنج فامیل در زود درد بود، اما ما با اونا ارتباط نداریم، میکنم پروسه جریان دارد که شامل شود یا که چه قسم معلومات ما بگیریم، جایی که مثلا ما ایمیل مخصوص نداشته بیم، اونا فقط طریق ایمیل همی نامه را روان کرده و طریق بعدی از ایچی رخم ما یه تایی مراحل کنیم، اگر در اینو رابطه جا بگه. کدام دوستتان در امریکا هست؟ بله هست، از فامیلا هست. از فامیلا هست، میشه همی پیام برای دوستتان برسانه که از نزدیک بیان مرا ببینن، برای ما زنگ بزنن. با شما زیاد تماس گرفتم، متاسفانه تلفنم مگه اوکی نمیکنم. اوکی میکنیم، اما زنگ نزنن، قبل از اینکه زنگ میزنن مسیج بکنن. همکارای ما هست، بانو مارینا جان که سکرتر ما هست، اونا اپوینتمنت جور میکنن با مو تایم، یا ما برای زنگ میزنیم یا اونا رو مسیج میکنن که در کدام تایم زنگ بزنن. شماره ما رو ثبت بکنین، یادداشت بگیرین، اگر شماره من کنم صدها نفر میبینه کپی میکنه. امیر میگم یادداشت بگیرین، دفتن برش بگوین که برای ما زنگ بزن. خیلی چه قصه من شماره رو یادداشت بگیریم؟ بگیریم، همیالو براتون میگم. بله مهربانی. 571 645
Okay. 6234. بسیار زیاد تشکر ناصری صاحب. 001 کد امریکاست، با اونا کد امریکا ضرورت نیست. تشکر، سلامت باشین، من در خدمت شما هستم. و دوست ما رو بگویم که برام قبل از اینکه زنگ بزنم مسج اول بکنن، بعدن با زنگ میزنن. بسیار زیاد تشکر، اوقات خوش داشته باشین. سلامت باشین. السلام علیکم. خب دوستان عزیز، دوستا زنگ زده بودن، زیادتر زنگ میزنن میگن که تلفن ما را آقای ناصری نمیبرداره. دوستان، هموطنان عزیز، با میلیون ها نفر ما سر کار دارم، کمه که جنجال های ما زیاد است، اما شما قبل از اینکه زنگ میزنین اول مسیج بکنین، منتظر باشین که همکارای ما یا خود ما بر شما زنگ بزنین، دفتن زنگ نزنین، چون گاه وقت ما مصروف میباشه. اسپانسر کننده باید کدام فرم را خانه پیری کنند؟ اسپانسر، کسی که اسپانسر میشه کدام فرم خانه پیری کنه؟ قبلا هم گفتم، حالا تکرار میکنم. I-134 اسپانسر، I-864 اینمی فرم، ببینید کدامشان، کدام کتگوری مربوط شما میشه. دو کتگوری است، I-134 استودنت ویزا یا تمپرری ویزا کسی میگیره، موقتا ویزای موقت میگیره، با او I-134. کسایی که پرمننت ویزا میگیره، گرین کارت میگیره، اسپانسرشان I-864. گوگل بکنین، معلوماتش میاد بر شما، خانه بکنین، خانه پوری بکنین. به نظر من I-134 با شما موقتا ویزا داده میشه که فامیلتان بیاین. او است I-134. Thank you. بانوی عزیز، بانو همیرا جان. خب امیجا کومنت از اونا آمد، زود کرد از اونا رو خوندم، همه هموطنانم با ما یکسان است. پیام دارین نوشته کنین، من پیام های شما رو میخوانم و لطفا مرا بالا بیارید. امی مروت شده بالا آوردن، اما من نمیفهمم که بالا هدف از اینا چی بوده. کوشش میکنم که در صفحه خود شدید میشان. خب یک با یک تقاضا را من اوکی میکنم، سوالات شما را میگیرم. چند خب دوستان از ترکیه یا از دیگر مناطق بر من زنگ میزنن، این شمارهایشان هست میاین. اما هموطنان عزیز، قبل از اینکه بر من زنگ بزنین مسج بکنین، پیام بدین، ما وقت خود دیده هم برای شما صحبت میکنم. همیشه تلفن ما دمیوت است و تلفن ما اوکی کرده نمیتونم فعلا، به خاطر گاه در لایف می باشم، گاه در برنامه‌های دیگه می باشم، گاه در کنفرانس. دیروز صدها خارجی ها آمدن، یک برنامه بسیار ملی بود، دعوت شده بودن. من تشکری میکنم از او هموطنانم که اشتراک کردن آمدن، و همچنان از سکرتری آف استیت، وزیر خارجه امریکا، کانگرسمینا، سنا اونجا اشتراک کردن. پیام مردم افغانستان رو برشان بردم، رساندم. همون داکمنت هایی که مردم افغانستان به من داده بود، قطنامه که به ضد طالبا بود برشان دادم. روی مسئله کار میکنم، کوشش میکنم که حکومت امریکا، مردم امریکا را وادار بسازم، بگویم که برن پس دوباره به مردم افغانستان کمک بکنه، دست مردم افغانستان از امروز تا فردا بگیره. در غیر آن ما مردم افغانستان تباه باهیم شد. السلام علیکم برادر، چطور هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین صحتمند؟ خواهر عزیز، با معذرت، چطور هستین؟ اسمتون و از کجا به تماس شدین؟ خواهش میکنم، اسم من سحر است، سحر سادات، و از کابل به تماس شدیم برای شما. سحر جان، بفرمایید بانوی سحر سادات. جناب ناصری صاحب، میخواستم بپرسم که ما در افغانستان، یعنی اول خودتان بهتر میفهمید که بسیار مشکلات وسیع سردوچار شدیم، و فعلا هم من یگانه کسی بودم که یعنی از سن 18 بیرون کار کردیم، بی حد درس خواندیم، زحمت کشیدیم، ولی فعلا شما خودتان هم معلومات دارین که برای خانما همه جای بسته شده و هیچ جای مثلا به ما زمینه مساعد نیست که بیرون برایم کار کنیم. ما در بخش خبرنگاری هم کار کردیم، در یوین هم یک مدت کار کردیم و در شبخانه هم کار کردیم، خیلی زیاد جایا کار کردیم، ولی فعلا کاملا در خانه هستیم
و اقتصادم به صفر رسیده. دیگه کوشش کردیم بیایم مو طرفم تا اونمو روزی که مثلا تیارا می آورد مسافرین امو مهاجرین می بردک، ما در اونجا رفتیم سی عضو فامیل با در اونمو جه زخمی شد، دیگه تمامشان مرمی خوردن امو جه در خود میدان هوایی گو امو امریکایی ها سرشان فایر کرد. خب خلاصه مشکلات ما زیاد بود، بسیار جنجال ها را دیدیم، بالاخره هم نتانستیم از افغانستان برایم و فعلا هم بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستیم. اگر شما بتانین یک کمک کنین واقعا خوش خواهد شد از شما. سلامت باشین بانو سحر عزیز. میشه که یک وقت ملاقات بر شما جور میکنم، موضوعات شخصی شما را میگیرم، بعدا یک راه حل بر شما بانوی عزیز آماده میکنم، جور میکنم. اینجا همکارای ما هست، بانوهایی که در بخش بانوان کار میکنن اونا رو بر شما معرفی میکنم، کمکتان میکنم. بسیار زیاد تشکر اگر این کار کنید، واقعا واقعا ازتان متشکر میشم. شما سلامت باشین. شماره ما را داریم؟ شماره دفتر ما را داریم؟ نه خیر، نه پیشتر شماره ای را که گفتین در لایف بودم من شماره تان سیف کردم، اگر امون شماره باشم من دمون شماره را تان به تماس میشم. قبل از اینکه بانوی عزیز زنگ میزنین مسج بکنین، زنگ نزنین اول مسج. در مسج دوستان عزیز، هموطنان عزیز، تمام هموطنان ما میگم، در مسج اسمتان را بنویسین، از کجا به تماس شدین و سوالتان را کوتاه نوشته کنین. برمون زیاد نوشته نکنین، بسیار کوتاه. اسم از کابل یا بدخشان هر جایی که هست منطقه تان نوشته میکنن و سوال، من اینی سوال دارم، اینی بخش پر کردیم، اینی ضرورت دارم، یا ضرورت تان نوشته میکنن یا سوال تان نوشته میکنن، دایرکت بیاین سر پوینت که ما پس دوباره بر شما زنگ بزنیم. کوشش بکنیم واتساپ داشته باشیم که ما با شماره شخصی در افغانستان تماس گرفته نمیتونیم. تشکر میکنم بانوی عزیز، سلامت باشین. شما سلامت باشین، زنده باشین، خوش خداحافظ. سلام علیکم. خب هموطنان عزیز، یکی از بانوان سوال کردن که اس آی بی، روی مسئله اس آی بی که چقدر وقت در بر میگیره. باز تکرار میکنم کیسای اس آی بی فعلا خاموش است، بند است، به خاطر که ما بخش I-131 P2 و بی بخش ما فعلا کار میکنیم، بیروبار ما زیاد است، کمک جنجالای ما زیاد است. لطفا شما صبر بکنین، کم وقت میگیره. انشالله به زودی از یک ماه الی شش ماه را طول میکشه، بعدا اعلام میشه، شما میتونید دوباره بخش SIB کار میکنیم. خب یک دوست ما سوال کرده که پی تویت درباره پی وان صحبت بکنیم. پی وان یک ذره مشکلات زیاد است، کسایی که کیسایشان در یون یونسیار ثبت راجستر است یا پیوریتی نمبر وان، اونا میتونه شما رو رفر بکنه به USCIS، شما میتونید بیاین. این بخش پی وان است که اکثریت واجد شرایط در بخش نیست. پی 2 اکثریت واجد شرایط است، بسیار ساده است، یک امریکایی که امریکن باشه، در افغانستان وظیفه اجرا کرده باشه، در یک کمپانی که ثبت راجستر افغانستان است یا سفارت امریکا در کابل است، پروژه کرده باشه، پروژه انجام داده باشه، اونا میتونه شما را احمد محمود رفر بکنه به بخش USCIS یا استیت دیپارتمنت و پیپر ورک تان اندر پروسس میشه. چطور اونا میتونه؟ ما لینک امی پی 2 را، پی 1 را، پی 3 را در امی صفحه فیسبوک میمونم و همچنان چطور شما میتونین به اس آی بی اپلای بکنین اگر ریکامندیشن لیتر و ایچ آر لیتر دارین، او ایمیل هم بر شما میمونم. شما شش ورق تکرار میکنم گپ سخنان اولم، شش ورق اضافه میکنین، تمامش به این ایمیل که بر شما در تایتل ما نوشته میکنیم ایمیل بکنیم، جواب شما میاد. ورق اول ریکامندیشن لیتر، اچ آر لیتر، دومش، سیومش ترد لیتر، بیوگرافی و ریزومی، یعنی ریزومی و تذکره و ویزا و تذکره و پاسپورت و بعضی چیزهای دیگه که شما دارین، تمامش به این ایمیل روان میکنیم که شما اندر پروسس و اندر ریویو میشین در بخش اس آی بی. و ایمیل پی تو را تکرار میکنم که منتظر باشیم. دوستان، کسایی که میخواید بالا بیاید، من یا
یک دوست ما را یک طبقه اوناست یک طبقه ذکور ما اکسپت میکنم بیان صحبت بکنن سوال داشته باشن افغان امریکن میتونه پرنس بانو پرنس شما گفتین افغان امریکن میتونه سوالتان درست نگرفتم سوالی نوشته کنه پورا سوال السلام علیکم برادر عزیزم سلامت بخیر هستی اسمتان از کجا با تماس شدین برادر اسم مزمل است از ایالت تکساس مزمل جان چطور هستیم؟ تشکر خوردم. برادر ما سفرهای زیاد داشتیم در استیتای گوناگون امریکا سفرات ما شروع شده افغانایی که بعضی مشکلات می داشته باشن و می خواهند که ما نماینده خود برای استیتای مختلف معرفی بکنیم شما می توانید در تکساس با کمیته افغانایتان صحبت بکنیم با تیمایتان می توانند دعوت بکنن ما را و انویتیشن روان بکنن ما بیاییم از نزدیک شما را ببینیم هموطنان را ببینیم بفرمایید روی مسئله صحبت می کنیم بعد سوال ما این بوده که زمی پروگرام نوی که باز شده به نام Human Train Program از چیست از زمی یک مثلا یک اگه بخوای خانواده تا که بیشتر از 6 نفر هسته با درآمد بالاتر از کمتر از 50,000 میتونی ضرور نیست که کمتر از 50,000 است چند است یعنی از بین 40-50 است آه بله مشکل نیست مشکل نیست دهید شما چیز نکنید و قدر فوکس زیاد نیست که شما باید از 50 بالا باشه درست اگر کمتر از 50 آمد یک داکومنت بر شما میاد یک ایمیل میاد که شما یا اسپانسر شما اپروف نشد شما باید بالاتر از اینی مقدار نشان بدین باز شما میتونید که یک اسپانسر دیگه پیدا بکنید یا دو اسپانسر میتونید یک جای بکنید خب در این پروگرام اگه برادر و یا خواهری که متعهل باشه میشه بله مشکل نداره نه خیر مشکل نداره هر فامیلی که شما دعوت میکنین I-131 humanitarian اونمو فامیلی تعداد 5 نفر 6 نفر مشکل نداره اپلیکنت دیده شما اپلای مثلا پدر مادرم اپلای میکنین 4 خواهر برادر دیگه هم دارین مجرد است اونا کیسشان علایده است و این کیسی که برای برادر و خواهرتان این کیس علایده است به اینا جدا اپلای میکنین نمیشه که اونا اولاد دارن تحت کیس پدرتان بیاد در یک کیس نمیشه کیسشان مختلف درست اگرچه سوال در مرحله اول خیلی زیاد بود تشکر از معلوماتی که دادی خیلی چیزا به دست ما اومد دیگه سوال ما همین بود که گرفتی میشه که دوستای دیگر در لاین شماره ما رو دارین شماره ما رو آدرس همین مردمی که هستیم ببینیم یکی از نماینده تان که بفرستی خوب میشه میتونه خوبه من روان میکنم یک موضوع را شما همکاری بکنین کسایی که صدای ما را نشنیدن پیام ما را ندارن سفر را شیر بکنین با دوستا روان بکنین هیچ اینه که ما ویو کار داشته باشیم یا ما شیر کار داشته باشیم یا ما لایک کار داشته باشیم نه خیر ما صرف رضایت خدا را میخواهیم به دست بیاریم زنده باش شما همین پیامتان را شیر بکنین با دوستا که مشکلاتشان حل شوند تشکر سلامت باشید السلام علیکم خب هموطنان عزیز این بود برادر ما و دوستانی که سوال دارن در بخش امیگریشن جنرال سوال داشته باشند نو پرابلم مشکل نیست آزاد سوال بکنیم ما در خدمت هستیم تشکر تقاضا میکنیم از هموطنان ما لطفا زنگ نزنین منتظر باشین زنگتان زیاد می آید ما منتظر باشین مسیج نوشته کنین بعد از مسیج ما لست دیده آماده کرده با این همکارای ما اینجا در کنار من نشسته است لستا رو میبینه و هر یک شما تک تک شما زنگ میزنیم صحبت میکنیم نمبر ما روان کرده نمیتونم اما شماره ما در لایف گفتیم یک بار دیگه هم لایف رو ببینیم اگر دو بار سه بار تکرار کنیم شماره خراب نشه دوستا زیاد اذیت نکنن لطفا با شماره اول مسیج بکنیم تشکر محترم به تماس بسید بله سوالتان رو بکنه که من جواب بدم برادر عزیزم قربانتان خب در بخش پی 2
صحبت کردم باز هم کم تکرار میکنم پی 2 شما خودتان اپلای کرده نمیتونین شخص دوم امریکایی باید باشه که بر شما به نمایندگی شما اپلای السلام علیکم السلام علیکم برادر عزیزم آقای ناصری خان خوب هستین شما خوب هست سلامت باشین زنده باشین اسمتون از کجا به تماس شدین برادر قربانتان لاله خان خوب هستین فامیل بیاد ازاده خوب است قربانتان شما تشکر افتخار ما زیلالا افتخار ماستی سلامت باشین قربانتان سلامت باشین واقعا افتخار میکنیم با متک شجاعت با متک کسی که دمی را قربانی داده قربانتان ای که با هموطنای ما میرسی دنیا به ما میرسه قربانتان تشکر درد شما سپانای خدا باشی سوال نداریم همی که کمک میکنی همکاری میکنی با هموطنهای ما خیلی خوشحال میشیم خدا هم در پانای خود داشته باشید و آرزوی موفقیت های بیش برای دارم الله قربان چون درد شما درد من میگیرم من هیچ وقت شما رو تنها نمیمونم تشکر قربانتان رئیس فرید هستم از کابل به تماس شدیم بیادر خوردتان دنمی شاد قربان چون شکر شما افتخار ماستی شکر شما را قربانتون ها وقت خوش که دوستا تماس میگیرن تماس میگیرن سلام علیکم خب تشکر از تشویقتون و همچنان می موضوع را یک بار ریفرش بکنم که ما سفر داشتم به طرف ساکرامنتو کالیفرنیا لاس ویگاس لاس آنجلس صدها هزارها افغان ما آمدن از ما پذیرایی کردن ما بودن در کنار ما حتی در هتل که ما بودم غذای چاشت شب ما می آوردن هیچ وقت فراموش نمی واقعا از قلب تشکر بکنم کسایی که در کنار ما بودن همکاری کردن از قلب تشکر تا آخری دم همتم خونم نفسم در کنار مردم افغانستان بودم هستم و خواهیم تشکر دوستان عزیز کسایی که سوال دارن بیان لایفشان را اکسپ میکنم مستقیما بیان سوال بکنن و دوستای دیگه که مثلا در کالیفرنیا هستن یا تکساس هستن یا مثلا کانادا هستن آزادانه در تقاضا میکنن و دفتر ما ایمیل دفتر روابط افغانستان آمریکا در خدمت شماست اعضای دفتر ما وسط رهبری آقای دینا روباکر است کانگرسمن دینا روباکر اجازه میگیریم میایم خدمت شما می باشیم از نزدیک شما رو میبینیم مشکلات سیاسی یا ملکی می داشته باشیم حلش میکنیم السلام علیکم برادر عزیزم بله سلام علیکم ناصری صاحب خوب هستی جور بخیر من جمیل هستم از ولایت ننگرهار افغانستان با تماس شدیم ما یک مشکل دارم با ایسایوی اپلای کردیم یک دو ماه میشه که اپلای کردیم و از ما ایچار و ریکماند اپدیت خواسته و تاریخ تولد من در تذکیرم غلط بود با تاریخ تولد جور کردم تذکیره الکترونیکی دیگه گرفتم را برایش روان کردم و وا گفت که ما حالا خود دفترم دیگه برمان آمده ایجا بسیار دچار مشکلات هستیم از خانه برآمده نمیتونیم کل مردم سر ما خبر است یا که امریکایی کار کرده و بسیار خطرات جدی بر ما مواجه است دیگه دمی باره بر ما یک اطمینان بده که ما کدام راه را انتخاب کنیم شما برادر عزیزم چه وقت ایمیل کردین بر سفارت با سفارت یک دو ماه میشه که اپلای کردیم و بعد از او با یک آخری ایمیل ما کمی تذکیره روان کردیم 24 اگست بود دیگه تذکیره یک اپدیت برش الکترونیکی هم تاریخ تولد برش جور بله برادر عزیز جمیل جان دو پیشنهاد بر دارم یک ماه دو بار درست. برشان ایمیل بکنیم ماه دو بار گرفته؟ خب درسته یک چون پروسه فعلا سلو است بخش شما که اپلای کردن اون سلو است شش ماه با سه ماه باز شروع میشه شما را در قطار اول در و کیس کیس نام و کیس می بخشی و یک شما ماه دوبار ایمیل بکنیم ماه دوبار ایمیل بکنیم و دوم برادر عزیزم
شما منتظر باشین و بعد از 3 ماه 2 ماه اگر احوال نداد و شماره که در لایف ما برای شما گفتیم شماره رو دوباره تکرار نمی کنم که دیگر دوستا زیاد است زنگ بزنن شماره خراب نشه شما میتونین به مو شماره برای ما تکس بکنین اسمتان اینجا یادداشت گرفتن همکار ما جمیل جان درسته یک نیم آباد برای ما دوباره مسیج بکنین تا 1 ماه 2 ماه برای شما جواب میاین منتظر جواب درسته است و یک مسئله دیگه مسئله سپروایزر ما رخ نمیشه با تماس نمیشه که میری کماند بر ما اپدیت کنه بس همین مشکل است حال یک پروسی دیگه گفت شروع شده که می مستقیم از این کمپانیا و کنترکت مینا می دیتا بیسش با وزارت خارجه امریکا متواصل شده دیگه همین گپ راست است یا دروغ است بله بله ما لایفتان قطع میکنم بعدا من در این باره ما صحبت میکنم درست است؟ درست است درست است تشکر تشکر بسیار لایف گوش کنین پیام برای شما هم دارم درست است درست است تشکر جمیل جان بود از نوبهار از جلال آباد دوستان عزیز کسایی که به اس آی وی اپلای کردن اون منتظر می باشن و کسایی که ریکامندیشن لیتر اچ آر لیتر ندارن سوپروایزرشان هست امریکایی هست کمپانی هست حالا یک آپشن دیگه برشان دادن که امی کمپانی ها که بیشتر از 1000 نفر 2000 10000 نفر امپلوی یا کارمند داشتن اونا به یو اس سی آی اس لیست روان میکنن همون لیستا باید پیش خارجی ها باشن لیست روان میکنن از طرف یو اس سی آی اس بر شما یک ایمیل میاد اونمو ایمیل شما جواب میدن شما در بخش ویزا بخش های گوناگون شما را ثبت راجستر میکنن میخواین شما را او ضرور نیست که شما پاسپورت داشته باشین یا نداشته باشین اما ضروری است که لیست شما را او امریکایی که همراه شما در کمپانی کار کرده یا او امریکایی که عامل شما قبلا بوده چون در دیتابیس او کمپانی در دیتابیس سفارت امریکا شما ثبت راجستر هستین نزد او امریکایی ثبت راجستر هستین اونا لیستتان را جور میکنه آماده میکنه بر شما از طرف یو اس سی اس ایمیل میاد و از طرف خارجی هم ایمیل میاد اگر او خارجی ایمیل شما را نداره معلومات شما را نداره زنگ میزنه بر شما معلومات شما را میگیره لطفا تلفن هایتان قبلا داشتیم چنج نکنیم تلفن هایتان روی دست داشته باشین جواب بدین که خارجی های همکارای شما بر شما زنگ میزنه پلیز کار می پرنس پرنس ما اپروف کردم آقای بانو هستین آقا هستین بفرمایید دوستان عزیز روی مسئله دایرکت بیاین علینا جان شما رو دلست میگیرم